خب بالاخره روز موعود فرا رسید. من که رفته بودم گفته بودم به این مامان. سلام بچه ها، چطورین؟ من سمیرام و این اولین ویدیوی کانال یوتیوبمه. قراره که از این به بعد کلی ویدیوهای خفن و باحال داشته باشیم، کلی چیز خفن یاد بگیریم. مرسی که سابسکرایب و لایک میکنین. بچه ها چطورین؟ خب بالاخره من اومدم با ویلاگ روز مهاجرتم به سوئد و اینکه خب ویدیوهاشو که داشتم نگاه میکردم دیدم خیلی جالبتر میشه اگه الان که 2 هفته گذشته از اومدنم به سوئد یکم هم خودم کامنت اضافه کنم به اون احساساتی که داشتم، صوتیایی که دادم و ضبط نکردم. خلاصه یه ذره صمیمیت‌تر و خودمونی‌تر باشد، از جزئیاتش هم شما بیشتر در جریان باشین. کلیت قضیه مهاجرتم و اینکه حالا دیر شد و اینا اینه که من 1 سال پیش اپلای کردم ولی به خاطر کرونا 4 ماه اومدنم به سوئد به تاخیر افتاد و حالا بماند که اداره مهاجرت دیر جواب داد، سفارت اذیت کرد و اینا. به جز همه این زده، حالا یه چیزش خیلی خوب بود و حال داد بهمون، اونم این بود که سفارت روزی که ایمیل رسیدن ویزام به سفارت رو برام فرستاد، روالش اینجوری الان وقت کرونا که باید جلوتر وقت بگیری، رزرو کنی وقت، مثلا 1 هفته بعد بهت میگم بیا فقط کارتو بگیر. بعد من از قبلش کلی ایمیل رو اینا فرستاده بودم، به طور خیلی باور نکردنی بعد اینکه ایمیل واسم فرستادن بهم زنگ زدن. زنگ زدن گفتم فردا بیا بگیر. یعنی این قسمتش الان همه اون ستاله قبلشون میشه گفت یه ذره شست و اینکه دیدگاه بعدی که نسبت به سفارت سوئد داشتن یه ذره خوب شد. و خلاصه میرسیم به روزی که دیگه داشتم جمع جور میکردم و حالا چه حسی داشتم و اینا. میدونین 4 ماه پیش که فکر میکردم همه چی طبق روال پیش میره، یکم احساساتی تر بودم، یکم حس معنوی بیشتر بود، استرسم یه ذره بیشتر بود. ولی روزی که جور شده بود، دیگه همه چی بلیط رو گرفته بودم، تست کرونا اینا داده بودم، همه چی اوکی بود، یه حس آرامشی داشتم انگار. میدونی حالا تو فیلما میبینین چه حالیام، نفسم بالا نمیومد ولی در عین حال خوشحال بودم و مثلا استرس اون اوایل رو نداشتم. خب بالاخره روز موعود فرا رسید. من رفتم دوش گرفتم، لباسامو جمع کردم. الانم نمیدونم حالا چه جوری زمانه تا شب بگذرونم. ساعت 10 صبح، امیدوارم که زود بگذره. دیگه نمیتونم واقعا. باورم نمیشه. نمیدونم. امیدوارم که به خیر بگذره. خب ساعت 1 شد، زودتر از اون چیزی که فکر میکردم گذشت. الان وسایلم جمع کردم دیگه، کوله پشتیم و کیف کمری و یه خوراکی مراکی هم بابام رفت برام بخره. دیگه ساک هم که جمع کردم، فقط باید یه فشار بدم و زیر پشو ببندم. خب ساعت شد 5:30 که در عین اینکه زود میگذره داره دیر میگذره، یه جوریه تپش قلب دارم. یه احساسات آخره با دوستان دوباره داشتم چت میکردم، دیگه گریه کردم واقعا. و اینکه بعدش اینو خواهرم اینا نتونستم ببینم، مارادو نتونستم ببینم، دیگه همین دیگه. بعد الان زنگ بزنم با خانواده و فامیل و اینا تصویر خداحافظی کنم. دیگه ساعت 8 جمع کردم همه چی رو، داریم میریم. فقط این کوله پشتی رو هر کار میکنم از 7 کیلو بیشتر میشه. واقعا دارم میرم، اومدم دور آخرم چک کنم. خب
من پروازم ساعت 4:45 دقیقه صبح بود، ولی به خاطر شرایط کرونا قرنطینه بود، از ساعت 9 شب به بعد نمیشد با ماشین بیرون بری و مثلا جریمه میشدیم. و به خاطر اینکه حالا ما دوچاره این جریمه نشیم، ساعت 8:30 از خونه زدیم بیرون که خارج شهر باشیم دیگه. و ساعت 10 فرودگاه بودیم ما دیگه، تا ساعت 4:45 دقیقه صبح من همینجور همه جا نشسته بودم، همش خوابم هم نمیبرد و دیگه خیلی انتظارش طولانی بود. Two hours later. کلی هم راجع به اینکه شرط فرودگاه ها اینا چه شکلی شده بود، اینکه خیلی خوب بود که قشنگ همه چی رو اینجوری بند گذاشته بودن که توی یه صف همه میرفتن، فاصله رو رعایت میکردیم، شیلد و ماسک و اینا میدادن. توی هواپیما هم زون بندی کرده بودن که توی هر زون یه تعدادی بیشتر نشسته باشن. فکر کن من حالا این یه اعتراف توی این پرانتز دارم که من اولین بارم بود که هواپیما داشتم سوار میشدم و توی این شرط کرونایی، و حالا هم خوب بود هم بد بود. و بعدش این که دیگه با اون ماسک و اینا زیاد راحت نمی‌شدم، خوش بگذرونم، یه حالت خفگی داشت. ولی خوبیش این بود که خلوت بود، خیلی خوب بود از اینکه خلوت بود، قشنگ صندلی بغلیم خالی بود، یه خیلی خوش گذشت از این لحاظ. خب الان وارد گیت شدم دیگه، باید بشینم 2 ساعت دیگه پروازمه، نمیدونم این 2 ساعت چجوری بگذرونم. 2 hours later. از اون موقع که اومدم خواهرم در عجب بود، خدای غذایی هواپیما خوشمزه بود، نمیدونم دوست داشتم. یلا 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 حلوه قمر ماشالله وریني جمالك یلا 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 قمی. خب بچه‌ها من رسیدم به قطر، الان توی فرودگاه دوهم و اینکه دارم میگردم دنبال اون یکی گیتم که سوار هواپیمای دوم بشم، 6 ساعت دیگه راه دارم. چقدر طولانی شد، 5 دقیقه است دارم میرم، هنوز نرسیدم. رسیدم فرودگاه دوحه که اونجا خیلی بزرگ بود، حالا کاش بیشتر فیلم میگرفتم چون بین پروازم وقت کم بود دیگه، بودو بودو باید میرفتم که وارد اون یکی گیت شم، وقت نشد زیاد فیلم بگیرم. ولی یه چیزی که اونجا گیر دادن به من، انتظار نشم اونجا، ولی گفتن که برو یه سه سوال جواب بده. بعد چیا پرسیدم، مثلا اینکه واسه چی داری میری دانمارک، و گفتم مثلا ترانزیت هم دارم رد میشم از اونجا قرار برم سوئد. یه چیزی که عجیب بود واسم پرسید، گفت به چه زبونی قرار تحصیل کنی؟ من نمیدونم زبان تحصیلم در ورود به یک کشور تحصیل داره. احتمالا میخواست تستت کنه، مثلا میگفتی سوئدی، میگفت خواهی کم سوئدی حرف بزنم. هیچ سوالی نه، که یکم استرس گرفته بودم، ولی انقدر همه چی مدارک برده بودم دیگه دست پر رفته بودم، هر سوالی میپرسی من داشتم کاغذ دارم میآوردم نشون بدم دیگه. گفت اوکی اوکی، بعد دیگه رد شدم رفتم و سوار شدم. قسمت قشنگ سفر این بود که هواپیما طولانی تره، کنار پنجره بودم. آخه حالا سریای بعدی فقط میخوای بگیر بخوابی. آره دقیقاً.
برخلاف انتظاری که داشتم فکر کردم تو دانمارک یکم بیشتر بهم گیر بدن، ولی فقط پرسیدن که دانشگاه چیه، گفتم دانشگاه لندن، دیگه رد شدم رفتم. از مرحله پاسپورت چک دانمارک هم رد شدم، الان میرم ساکامو بگیرم و دیگه برم سوار قطارشم برم سمت ملمو. دیگه یه ذره دیگه 20 دقیقه میرسم. خب صدای منو از سوئد میشنوین، بالاخره رسیدم، ولی خب خواهرم نتونست بیاد دنبالم، به جای شوهرم اومد دنبالم و منو رسوندن به هتل یه شب بمونم اینجا، بعدش حالا میان دنبالم و فردا میرم پیششون. خواهرم توی سوئد زندگی میکنه ولی به خاطر اینکه داری مشغله کاری داشت نشد بیاد دنبالم. تو رو پیچانده بودن روز. من که میدونم نفی که میدونی حالا خواهرم بودا ولی نمیتونستم برای خونش خونه بودم، خونه راحت نبودم ولی خیلی فنسی شد خدا، این اصلا تجربهش خیلی باحال شد. هیچی، من رسیدم هتل دیگه انقدر خسته بودم، یه 34-5 ساعت بود نخوابیده بودم، فقط به ذهنم رسید که وسلام بزنم برم دوش بگیرم بخوابم. بعد تا وقتی که قطار سوار شدم به خانواده داشتم همینجور پیام میدادم در جریان بودن که کجام و زندم و این، بعد اون دیگه خبری از یهو غیبش میزنه. آخه گرفتم خوابیدم، اصلا به ذهنم نرسید اینترنت رو را بندازم و اینا، یعنی اینترنت رو بس کنم گوشیمو. آقا من خوابیده بودم، این خواهرم بنده خدا اومده بود پایین، راشم نمیدادم بیاد بالا. بگو نیم ساعت منو بیرون کاشته. آره، بعد با صدای در دیگه بیدار شدم، بعد در رو باز کردم فقط این سوالی اصلا یه سال و نیمم بود نیده بودم دیگه، هیچ خیلی حس خفنی بود با من نمیشد رسیدم. بعد اون شب یه ذره برف اومد، رویایی شد دیگه اینجوری. خلاصه که این بود از روز مهاجرت کرونایی من به سوئد و سوتیه، که حالا سوتیه خیلی جدی هم نبود، حتی بگم اونجا که کفشمو در آوردم. کجا کفشتو در آوردی؟ تعریف نکردم اگه یه جا وارد سکیوریتی بود فکر کنم داشتن رد می شدن، اونجا یه سری دمپایی بود، میگم اولین بار داشتن، بعد یه خانومه جلوم کفشش رو در آورد دمپایی پوشید و من کتونی پام بود، بعد دیدم اون در آورده، بعد خواهرم خودش به هم توصیه کرده بود که بقیه هر کار کردن تا هم بکنم، هیچی کفشم رو در آوردم دمپایی پوشیدم، بعد دیدم هیچ که بهم هیچی نمیگه، بعد تو رو نگاه کردم همه کفش پوشونه مثلا این استخر با دمپایی دوباره کفشم پوشیدم رفتم. بعد تو گیت بعدی، یعنی پرواز بعدی، تازه دوزارم افتاد که با اونایی که بوت پاشونه مثلا بلنده واسه همون بحث حفاظتی و اینا باید دمپایی بپوشن معلوم شه مثلا چیزی تو کفششون. اما یه چیزی که میخوام حالا به عنوان پند نهایی بگم این که اگه قصد مهاجرت دارین، اگه حالا در مسیرش هستین و اینا، حتما اولا یه کفش آهنی پاتون کنین، دوما که حس خوبی داشته باشین، انرژی مثبت بفرستین، دیدگاهتون مثبت باشه، چون اگه همش بخواید به دلتنگی و به سختی راه و اینا فکر کنین واقعا فقط اذیت میشین و مسیرتون سخت‌تر میشه براتون و به هدفاتون نمیرسین. دیگه مرسی که دیدین، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. موفق باشین.